Relax. جیگر طلا و سلام، شیطون ولا سلام. عمو کاظم دوباره اومد با یه هیولای دوست داشتنی به اسم آکانتوسکاری جنیکولاتا. دراماتیکش کن. خب آکانتوسکاری جنیکولاتا یا برزیلیان وایتنی، همون زانو سفید برزیلی، یه تارانتولای بزرگ جثه ترسریال، یعنی روی سطح زندگی میکنه که با بودنش توی زندگیتون زندگی رو پر از شادی و نشاط میکنه با این قیافه فوتوژنیکش. سایزهای بسیار بزرگی میگیرن این تارانتولاها، برای همین خیلی مورد توجه واقع شدن توی هابی و به تعداد زیادی توی هابی ازشون نگهداری میشه. این تارانتولا همونطور که گفتیم از اسمش معلومه، از برزیل میاد و دمای مورد نیاز اینا برای نگهداری 25 تا 28 درجه سانتیگراده. رطوبت مورد نیاز اینا 65 تا 70 درصد. طول عمر ماده ها 20 تا 25 سال، نرا بین 4 تا 6 سال. ماده هاشون بین 3 تا 4 سال بالغ میشن، حتی 4 سالگی دیگه. معمولا 4 سالگی بالغن. نرهاشون بین 2 تا 3 سال طول میکشه تا بالغ بشن. خیلی تارانتولاهای خوشگل و خوش استیل و آرومی هستن. خیلی راحت میشه هندلشون کرد همونطور که میبینید. توی طبیعت اینا هر چیزی که دم دستشون برسه میخورن. چون جثه‌های بزرگی دارن بهشون پرنده خارم میگن دیگه، اینا وردیترن. پرنده، موش، جونور، مار، مارمولک، هر چی که تکون بخوره جلوی وب اینا، جلوی لونشون ترتیبش داده است. انا لله میشه هر چیزی که بیاد سمت اینا. ولی در برخورد ما دیدی خورناس کشید تو بر خرس گنده اونجا خوابیدی خورناس میکنی وسط ویدیو من. خب اینا بچه نگهداریشون خیلی راحته، خیلی تارانتولای های هاردکوری هستن. یه انکلوژر شما نیاز دارید با ارتفاع کم، چون اینا سطحی هن دیگه و چون آبدمن بزرگی دارن، اگه ارتفاع انکلوژرتون بزرگ باشه اینا میرن بالا میفتن پایین، ممکنه این به آبدمنشون یا همین قسمت شکمیشون آسیب برسه. یه انکلوژر با ارتفاع کم و براشون باید خاک زیاد بریزید، خاک بستر که رطوبت بتونه حفظ بشه. برای سابستریت یا برای خاک بستر اینا از کوکوپیت مخلوطش با غذای اسفاگنوم میتونید استفاده کنید که رطوبت رو راحت‌تر حفظ کنه. موقع که اگه استینگ میگیرید یه ظرف انقدری با انقدر خاک برای استینگاتون کافیه. فقط دوروبرش رو باید چند تا سوراخ بزنید. این نداره ظرفا به معلوم خاک ریختن برای نمونه همکارا آماده کردن. و سه روز یه بار به استینگا غذا میدید. وقتی که جوونایل شدن هفته یک بار، بعد که بزرگتر شدن دو هفته یک بار، به این سن که رسیدن ماهی یک بار غذا براشون کافیه. حالا غذا بهشون چی بدیم؟ اینا وقتی استینگن نیل وورم، جیرجیرک، سوپر وورم و دوبیا روچ، ترکستان روچ، لابستر روچ، همه اینا رو میتونن بخورن. وقتی که بزرگ میشن به این سایز میرسن، سالی یک بار میتونید یه دونه موش کوچولو هم بهشون بدید. حتی اینو از من نشیده بگیرید. اون موقع جفتگیریه. یه دونه موش بهشون میدید که این شکم قشنگ پروپیمون بشه، بتونن بچهای خوشگل و قشنگی تحویلتون بدن. رطوبتشون رو که گفتم، رطوبت تقریبا متوسط رو به بالا میخوان و توی دوره استینگی ممکنه اینا نقب بزنن چون تمایل دارن به نقب زدن توی استینگی، ولی چیز نیست. وقتی که بزرگ میشن دیگه همیشه روی سطح میبینیشون. زیاد اهل تار زدن نیستن مثل جی بی بی، ولی خب همچنان تاری میتنن در کف لونه هایشان اینها. بله همونطور که گفتم خیلی تارانتولای خوش جثه و بزرگ جثه هستن. اصلا لذت میبره آدم از لذت نگاه کردنشون. اگه سوال داشتید توی کامنت ها بپرسید، جواب نمیدم و دوستتون دارم. این بود انشای من. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.